سلامتی، امیدوارم حالتون خوب باشه. و دلپی هستم، خوش اومدید به پارت 8 بازی استریمر دیلی. این گیم رو تو پارت قبلی هم گفتم احتمالا تا آخرش من گیم پلیشو میذارم، چون نسبت به بقیه بازیایی که گیم پلیشون رو گذاشتم استقبال بیشتری ازشون کردیم. بچه لطفا اگه جدید هستید تو کانال من و ویدیو رو دارید تماشا میکنید، حتما منو سابسکرایب کنید و اگه ویدیو خوشتون اومد حتما لایکشون بکنید. نظراتتون هم راجع به ویدیو و گیم پلی و کل کارهایی که تو این کانال دارم انجام میدم تو کامنت ها برام بنویسید. تمام کامنت ها رو میخونم و همشون رو جواب میدم. پیج اینستاگرام منم دقیقاً به همین اسم کانال بردی ال پی تو اینستاگرام هست، میتونید اونم فالو داشته باشید و مطلع بشید که چه کارهایی میخوام انجام بدم. بریم ببینیم پورت 8 چه اتفاقایی میفته. خب 3 ماموریت الان داریم که یکیش از همون اول هنوز مونده، 100 تا فالوور. یه دونه جدید اومده، گت وان مود فرام ابیلیتیز، که دقیقاً نمیدونم چیه داستانش. هر کدوم از شما که اطلاع داره قضیه این چیه تو کامنت ها حتما برای من بنویسه که من بتونم اینم پاسش بکنم. و پولی که بابای بهمون قرض داده بود و بعد الان بریم بهش پس بدیم برای رنگ. نمیدونم کجا رو میخواد رنگ کنه، اینجا رو میخواد رنگ کنه یا اون گاراژی که توش بودیم. حالا بریم یه سر توی کامپیوتر توی ایمیل رو بهتون نشون بدم. این آباجوره رو هم روشنش میکنم که نور واسه استریمم خوب باشه. واقعا تاثیر داشت، بازیش واقعیه، یعنی تمام کاری که انجام میدید توی گیمتون تاثیر داره. خب بک‌گراند مانیتورم هم عوض کردم، یه بک‌گراند باحال گذاشتم. همونطوری که هر دفعه دارم میگم، قبل از اینکه هر کاری اینجا انجام بدید یه موزیک باحال بذارید. حتما این حالا ذره تو مخه من موزیک استریمر پولدار رو میذارم. در اونجایی که خودم تو این بازی استریمر پولداری شدم به این موزیکم علاقه زیادی دارم. خب یه سر به میل باکس میزنم ببینم بابای چی گفته. خلاصه چیزی که گفته اینه که اون پوله رو به من پس بده، من میخوام یه جایی رنگ کنم، ولی دقیقا نمیدونم کجا رو میخواد رنگ کنه، اینجا رو میخواد رنگ کنه یا اون گاراژ. حالا من پولش رو پس میدم بهش. هی پولشو به رخ من میکشه. $500 به من کمک کرده، 20 صفحه گفت من $50,000 خرج کردم تا الان. بیا اینم پوله، ولم کن دیگه، فقط راجبش اصلا دیگه با من صحبت نکن. خب این از این. یه سر بزنم بیرون ببینم رنگ منگا عوض شد. نه هیچ تغییری که نکرد اینجا. دوباره موزیکو پلی میکنم، ریچ استریمر بکنم، بالترین موزیکش هم همین باشه. خب یه سر به بروزرمون میزنیم. یه چیز باحال دیگه من اینجا پیدا کردم، دو تا چیز البته، یکی اینکه میخوام برم ماشین بخرم تو این پارت، یکم که یه ذره خونه رو باحالترش بکنیم. اول از همه میرم تو وسترن استیت اینسپکت، همین جایی که الان هست. این الان رنگ دیوار، این کف، این رنگ ده. خب دیوارو که اینجوری نمیخوام باشه، عوضش میکنم. این بد نیست، این که هیچی، این هیچی، اینم هیچی، اینم هیچی، اینا بد نیستن. ببینم اول چیا داره کلا. این فکر کنم همین بود که اوه آکوستیک میشه داستان. اون آکوستیک هم بد نبود، کنم اون آکوستیک از همهشون بالتر بود. خب من اینو میخوام. کف خونه رو هم تغییر میدم ذره، ببینم چیا هست. $350 فکر کنم دیگه آخریش باشه دیگه. نه این گرونتر هم داره، این تا 400 بود، ولی یکیشون خوش آمد. این باحاله دیگه. چی؟ و در خونه دیگه، اینجا خونه خودم هم هست، هر جوری که بتونم بهش میرسم دیگه، هر خرجی لازم باشه من واسه اینجا میکنم چون مال خودمه. هیچ کس هم راه نمیدم بیاد تو. درم آخری رو میذارم. چجوری فقط میتونم اینا رو بخرم الان؟ من اینا رو میخوام دیگه، الان خریدم. یعنی آها، یا همون موقع بعد میخریدم. این که خیلی باشه. فکر کنم همون اول که خونه رو میخواستم بخرم بعد اینا رو انتخاب میکردم. الان نمیشه عوضشون کرد. فکر میکنم که اینجوری باشه. آره دیگه الان نمیشه تغییرشون داد. یه کار دیگه هم اینجا انجام دادم، یکم مانیتورا رو خاموش کردم، چون مانیتورا عمرشون کم میشه وقتی که ازشون استفاده میکنی. این یکی هم که کلا خاموش بود گذاشته بودمش رو میز، ولی الان گذاشتمشون پشت که فعلا خیلی استفاده نداره. بریم یه چند تا دیگه چیز باحال واسه این خونمون هم بخریم و بیام، چون این خریدایی که کرده بودم همش مال اون گاراژه بود، اصلا واسه اینجا من چیزی نخریدم. چی داری واسه این خونه جدیدمون که به دردمون بخوره؟ این طبقه که فکر نمیکنم چیزی لازم داشته باشم. سر میرم اینم میشه خرید؟ اینا فروشی نیست؟ بعدم نمیاد یه چیزی از سقف خونم آویزون باشه. برم بالا اینجا ببینم چیزی به درد بخوری برای اون بر دارین یا نه. مثلا تابلو مابلوه با حالی چیزی. شاید مجبور بشم دوباره از اول خونه رو بخرم، چون اونا رو نمیشه تغییر داد هیچ کدوم. این چی؟ اینم بعدم نمیاد حالا داشته باشی. اینم میگیرمش. مبل و اینا هم که اصلا دیگه جا ندارم. یه نور خوبم من میخوام. اینجا خیلی تاریکه واسه استریم کردن. ببینم چی دیگه هست.
خیلی وسایلشون کمه، یه سری چیز میز جدید باید میومد اینجا، باید یه سری آپشن اضافه میشه. فرش منو انداختی جلو در بیشور که بیاد پاشو بذاره این تو که مغازه رو تو سرت خراب میکنم. من هیچی به دردم نمیخوره اینجا، اینو از این بگیریم بریم ببینیم دیگه چیکار میتونیم بکنیم. جا هم اصلا ندارم که این فرشو پهن کنم، ولی حالا درش میارم فعلا اینجا. اینو مثلا میتونم بندازم جلو پله اون زیر، نمیدونم کج بندازمش این ور، مثلا کاری باید باش بکنم دیگه، بزنم به دیوار بندازم روی پله ها، این پله های تو زیر زمین ها، اینو میندازمش این ور، مثلا پاگرد باشه اینجا، کسی با کفش اگه اومد تو پاشو این رو تمیز کنه بعد بیاد. بریم سر تو پیسیمون دوباره موزیکو دوباره بذارم واسه تو، این دفعه Let's Play Baby رو میذارم. وای اس آپلودرم که فعلا استریم نکردیم، چیزی توش نداریم، ما کامپیوترم که کاری نداریم، تو OBS مونم فکر کنم الان نمیتونیم فعلا استریم خاصی بکنیم، چون امروز استریم گذاشته بودم، باید یه روز ازش بگذره 12 تا آپشن واسم باز بشه، یه سر بهش بزنم ببینم میشه نه. نه فعلا استریم هم نمیتونیم بکنیم. موزیکو چرا پاز میکنه من نمیفهمم، موزیکو نباید پاز بکنی دیگه. بریم یه ماشین بخریم حالا، فعلا که کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم، یه ماشین بخریم میخوایم بریم بیاین راحت بریم بیاین دیگه، اذیت میشم اینجوری پیاده. پولم 30,000 دلار دارم، بین اینا یکی رو احتمالاً میخرم، تو 10,000 دلار نمیرم، شایدم البته 10,000 تا بیارزه بخرم اینو، نمیدونم. تصمیم گیریش سخته یه مقدار واسه خرید ماشینا، 4,000 تا بی ام و قدیمی، این شبیه رنوه. به به اینو ببین 75,000 دلار، این به نظرم باحال‌تره، این چرا 100,000 دلاره ولی. خب من اینو میخرم، یه ماشینم خریدیم، مبارک باشه، شیرینیشون رو حتما تو ویدیو بعدی بهتون میدم. یه سرم به پی سی استوره بزنیم ببینیم چه خبر بود اونجا، چیز جدیدی نیومده اینجا که فعلا چیزی اضافه نشد، یه سر به پی سی استورم بزنم. به به بازم اومدیم تو این فروشگاه باحال، ولی متاسفانه الان هیچی نمیخوام آخه دیگه، خودش مشکل شده الان واسه من که دیگه هیچی لازم ندارم، نباید اینجوری خرید میکردم، میتونم چند تا گیم دیگه بگیرم باز، چون بازیایی که خریده بودم و یه ذره بازی کردم خیلی بیمزه بودن. یکی از دوستان میگفتش که تو خود پی سی برو گیم ها رو بخر که همونجا هم اینستال کنی، ولی خیلی فرقی نداره، میشه اون کارم کرد ولی فرقی ندارن تقریبا اصلا با هم. یه دونه اون بازی رو میگیرم WEE فکر کنم حالت کشتی کجینا باشه، و یه چیزیش که خیلی جالبه واقعا اینه که بازی هیچ ربطی به عکسشون و چیزی که اینجا داره نشون میده ندارن اصلا، مثلا یکیشون اسنیک بود اصلا، بکنم داروین بود، داروین اسنیک بود بازیش، واقعا خیلی بیمزه بود. ولی خب یه چیز باحال که داشت این بود که بازی رو به کانفیگ کامپیوترت هم بستگی داشت. خب دیگه بریم خونه ببینیم چیکار میتونیم بکنیم، وسایلی که خریدیم رو دوباره بچینیم بیرون، دفعه جعبه رو میخوام بذارم روی میز، یه دونه گیم دارم میذارم کنار بقیه گیمام و پوسترش هم باحال این نسبتا، پوسترشو میچرخونم و میزنم اینور دیگه، میخوام شروع کنم کل دیوارا رو پوستر بزنم، البته اگه رنگ و اینا رو عوض نکنم دیگه، فعلا که احتمالا باید اینا رو همه رو تغییر بدیم، که اینا رو هم یکم حالت به هم ریخته میذارم اون زیر که باحال تر به نظر بیاد. آندر واچ هم میزنیم کنار اینجا، امیدوارم که کل این دیوار رو پوستر بشه جالب بشه، دیوونه نشم تو خونه. بچه هم مرسی که ویدیو منو تماشا کردید، لطفا اگه جدید هستید و ویدیو منو دارید تماشا میکنید حتما منو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو راجع به ویدیو و گیم پلی که میذارم توی کامنت ها برام بنویسید، و در آخر اگه ویدیو خوشتون اومد حتما لایکشون بکنید، اگه خوشتون نیومد دیسلایک بکنید حداقل. خیلی مراقب خودتون باشید، خداحافظ.